میتونی با یه لیف ساده میتونی از بافتنی درآمد داشته باشی. امروز میخوام بهت یه لیف ساده به صرفه و اقتصادی بدم. همراه من باش، آموزشش رو ببین، بباف و یاد بگیر که چطور فروش داشته باشی. و اینکه میخوام بهتون انگیزه بدم برای بافت و ادامه کارتون، یه مسابقه گذاشتم. همراه هم باشید. طرف این لیف رو بافتم، سمت بعدیش رو با هم میبافیم و اینکه ببینید من میخوام این لیف رو وزنش کنم ببینم چقدر کامبا میبره که قیمت فروشش رو هم خیلی بهتر بهتون بگم. نخ اکریل باف قلاب شماره 2.5 یا 2 یکم سایزش کوچیک‌تر میشه. قبل از اینکه شروع کنم میخوام یه تایمر هم بذارم که ببینم چقدر طول میکشه تا این لیف رو ببافم. بافتمون با زنجیره شروع میشه. 4 یا 5 تا زنجیره میزنیم. 3 4 روی اولین زنجیره وارد میشیم. 2 تا حلقه نخ روی قلاب، یکی میگیریم، یه نخ روی قلاب میگیریم، از هر 2 تا بیرون میکشیم. بست کارمون که یه حلقه اینجا شکل میگیره. شروع رجمون با 3 تا زنجیره هستش. داخل این حلقه که ایجاد شد پایه بلند میبافیم. باید 11 تا پایه بلند ببافیم. بافت پایه بلند نخ روی قلاب، از داخل حلقه یه نخ بیرون میکشیم، یه نخ روی قلاب، از 2 تا ردش میکنیم و دوباره تکرار میکنیم. توی 2 مرحله حلقه ها بافته میشه. جمعا باید 12 تا پایه بشه. پس میبافم. هر جا جا نشد پایه ها رو میکشیم سمت راست تا فضا خالی بشه برای بافت پایه ها جا باز بشه. 2 4 6 8 9 اضافه نخ رو هم پشت بافت نگه داشتم. 11 و 12 تا پایه بلند. سر سومین زنجیره از ابتدای رنج وارد میشیم، نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه ردش میکنیم. باز بست کارمون که رنجمون بسته میشه. رجه دوم 3 تا زنجیره میزنیم معادل پایه بلند. روی همین پایه که هستیم 3 زنجیره باید بلند برجسته از رو ببافیم. نخ روی قلاب، دور پایه میچرخیم، نخ رو بیرون میکشیم، مثل پایه بلند شد. 3 تا حلقه نخ داریم، یه نخ میگیریم، از 2 تا ردش میکنیم و دوباره از 2 تا رد میکنیم. همین باف روی 11 تا پایه بعدی تکرار میشه. 1 پایه بلند سر گندمیش میبافیم، 1 بلند برجسته از رو روی پایه میبافیم. تعداد پایه هامون میشه 24 پایه. هر رجی که ببافیم 12 تا پایه اضافه میشه. هر چقدرم که دوست داشته باشید میتونید ادامه بدیدیم. قبلا اسکاش بافتیم، حالا میتونیم این مدل رو الان دستگیره ببافیم یا لیف ببافیم. و خاطرتون باشه این باف با بافت اسکاچ یه کوچولو تفاوت داره. راحت ترش کردم براتون. تا انتها میبافم. ببینید رسیدم به انتهای رنج. خب ببینید دقیقا همینه، فقط میگم یه کوچولو براتون تا اینجاش که یکی بود، از اینجا به بعد یکم فرق داره. راحت ترش کردم که سریع تر بافته بشه برات وقتی کمتری ازتون بگیره. سر سومین زنجیره از ابتدای رنج دوباره وارد میشیم، بس میزنیم، 1 زنجیره میزنیم. من میخوام رنگ رو عوض کنم، نخ رو قطع میکنیم. پشت بافت اول چند تا بست میزنیم اضافه نخ رو از حلقه های پشتی و بعد میبریم ما بین پایه ها اضافه نخ رو. دیگه آخرش هم قیچی میکنیم. رنگ دوم رو شروع به بافت میکنیم. حالا اینکه کجا رنگ دوم رو شروع کنیم، روی یکی از پایه های برجسته. این پایه برجسته که بافتیم سر میگیریم نخ رو، 2 تا زنجیره میزنیم. این 2 تا زنجیره روی پایه هامون حساب نمیشه. روی همین پایه که هستیم یه دونه بلند برجسته از رو میبافیم مثل قبل. حالا این بار دیگه روی برجسته بود. حالا میرسیم این قسمت. ببینید اینجا ما 1 پایه بلند داریم. گفتم هر رجی که پیش بریم باید 12 تا اضافه بشه، پس به هر قسمت باید 1 پایه اضافه بشه. ما بین 2 تا پایه، یعنی پایه برجسته و پایه بلند، اینجا وارد میشیم، 1 پایه بلند میبافیم.
ما بین پای بلند و پای برجسته. پای بلند بافتیم. یعنی قبل و بعد پای بلند، پای بلند بافتیم. یه دونه شد دوتا. همینو ادامه میدیم. بلند برجسته از رو، دوتا پای بلند. ما بین پایه ها میبافیم. روی گندمی ها نمیبافیم. به همین خاطر کارمون خیلی سریع پیش میره. اینکه بخوایم روی گندمی ببافیم دقت میخواد، اما اینکه بخوایم بین پایه ها ببافیم مشخصه دیگه، سریعتر بافته میشه. ادامه میدیم تا انتها. تا انتها بافتم تعداد پایه هامون 36 پایه شده. در انتها به این دو زنجیره ای که زدیم کاری نداریم. سر اولین پای برجسته وارد میشیم و بس رو میزنیم. تمام رجه های بعدی مثل همین رجه، دو تا زنجیره میزنیم، کاری بهش نداریم. روی برجسته برجسته میبافیم. قبل و بعد پایه ها پایه بلند میبافیم. دو تا پایه داریم، از قبل شروع میکنیم. یکی، دو تا، سه تا. دیدی چقدر آسونه؟ همینطوری تعداد پایه ها اضافه میشه. برجسته، سه تا پایه بلند، ما بین پایه ها میبافیم. میبافیم تا انتهای رج، دوباره بست میزنیم. روی این باف بهتون توضیح بدم. ببینید، یک پایه بود، شد دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشتا. من رسیدم به هشتا، اندازه دستم شد. شما میتونید بیشتر هم ببافید. این یه ریز چین خوردگی هم به خاطر مدلش، این برجسته ها میکشدش بالا. تا انتها میبافم. بافتم تا رسیدم به همون رجی که گفتم پایه هامون شده هشتا. یعنی من 9 رج کلن بافتم. ببینید، ما باید به اندازه کف دستمون بافت رو جدا کنیم و براش دسته ببافیم. به این خاطر که بیفته این وسط، ببینید این دوتا پایه بیفته وسط، ما چند تا پایه از این طرف بست میزنیم تا برسیم به تقریبا 22-24 تا پایه وسط. الان 27 تا داریم. من 3 تا بست میزنم. 1 2 3. رسیدم به سومین پایه بلند. از اینجا بافت رو شروع میکنیم. تایمر رو بزنم، حالا ادامش بدیم. شروع رجمون، تمام رجها همین بافته. 1 2 3 زنجیره میزنیم. خب ببینید، این پایه اولین فضایی که داریم میشه اینجا. 1 2 3 چهارمین فضا. داخل این فضا پایه یه وی میبافیم. پایه بلند، زنجیره، پایه بلند، بهش میگیم پایه یه وی. فضای بعدی رد میشه، فضای بعدی دوباره وی میبافیم و همینطور ادامه میدیم. ما بین دوتا پایه دارم میبافم، مثل قبل که ما بین پایه ها میبافتم، الان هم ما بین دوتا پایه میبافم. به این قسمت که رسیدیم ردش میکنیم، یعنی اینجا این فضایی که آخر مونده رو رد میکنیم. از این طرف هم فضای اول رو رد می کنیم. داخل فضای بعدی پای بلند، زنجیره، پای بلند رو می بافیم. رد میشه فضای بعدی. دوباره رد میشه فضای بعدی. پای بلند، زنجیره، پای بلند، پایه یه وی. اولی 3 تا دسته شد. دومی 4 تا دسته. به این قسمت که رسیدیم مثل این قسمت، این فضا رد میشه، این یکی هم رد میشه. بعدی اینجا مثل اول باید 3 تا دسته ببافیم. دیگه نیازی نیستش که پایه ها رو بشماریم ببینیم چند تا شده. میدونیم که 3 تا دسته بافتیم. اینجا هم 3 تا دسته میبافیم. نگران این هلالی هم نباشید، درست میشه. چون بافتمون توری هستش، خودش درست میشه. حالا ببینید، این فضا که بافتیم روی پایه بعدی، این پایه، یک پایه بلند میبافیم.
و همین رش که بافتیم تکرار میشه. سه تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم، پایه های وی رو داخل فضای زنجیره ای میبافیم. 10 تا پایه وی داریم. پایه بلند زنجیره، پایه بلند، پایه بلند زنجیره، پایه بلند، تا انتها میبافیم. آخری رو که بافتیم، ببینید این ابتدای رج 3 زنجیره داشتیم. سر سومین زنجیره از ابتدای رج وارد میشیم و 1 پایه بلند میبافیم. 1 2 3 برمیگردیم، دوباره همین بافت تکرار میشه. داخل فضاهای زنجیره پایه وی میبافیم. سر سومین زنجیره پایه بلند میبافیم. ابتدا 3 زنجیره، آخر هم پایه بلند که به این صورت در میاد. تعداد رجی هم که میبافیم دیگه بستگی به شما داره. 8 رج بافتم. برم ادامهش رو ببافم، برگردم. 8 رج رو بافتم، تمام شد. به این صورت 1 زنجیره آخرش میزنیم، نخ رو قطع میکنیم چون میخوام دورگیری رو با یه رنگ دیگه ببافم. 30 دقیقه و 38 ثانیه طول کشید بافتش. من وسطش 7 زدم. اینو حدود 23 دقیقه کمتر از 25 دقیقه بافتم. پس ما دوتاشو میتونیم تو 45 دقیقه ببافیم. 45 دقیقه رو یادتون باشه. ادامهش رو میخواییم دوباره ببافیم بهتون بگم. اضافه نخ رو همین پشت بافت پنهانش میکنیم و بعد میریم سراغ دورگیری. تکه روی هم قرار میدیم، با نخ سبز شروع میکنیم به بافت دورگیری. روی این گوشه ببینید، این پایه بلند زنجیره‌ای، این گوشه وارد میشیم، نخ رو سر میگیریم، 1 زنجیره میزنیم. داخل این فضا 2 تا پای کوتاه میبافیم. من راحت ترین دورگیری رو انتخاب کردم که سریعتر بافته بشه. 1 زنجیره میزنیم، نخ رو همین قسمت نگه میداریم. تمام رش های بعدی به همین شکل، 2 تا پای کوتاه، 1 زنجیره، 2 تا پای کوتاه، 1 زنجیره. ادامه میدیم تا برسیم به بافت دایره. اینجا بافتم، رسیدم به این قسمت. حالا میایم این کنار. اینجا اولین فضایی که میبینیم ما بین 2 تا پایه از این قسمت و این قسمت، 1 زنجیره زدم و حالا اینجا 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 1 زنجیره میزنیم، فضای بعدی رد میشه، میایم فضای بعدش، 2 تا پایه کوتاه میبافیم. دوباره فضای بعدی رد میشه، بعدی 2 تا پایه کوتاه. به همین شکل ادامه میدیم تا این قسمت و از اینجا دوباره این بافت رو میبافیم که میشه همون 2 تا پایه کوتاه و زنجیره. بافتم. یه نکته‌ای که باید بگم، ببینید اگر احساس کردید که داره چین میخوره، ما بینش بعضی از پایه ها رو زنجیره نزنید و میتونید از قلاب کوچکتر هم استفاده کنید که من از قلاب کوچکتر برای این قسمت استفاده کردم که میبینید اصلا چین خوردگی دیگه نداره. حالا میایم این قسمت. همین بافت تکرار میشه. داخل فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه میبافیم این بار. 1 زنجیره میزنیم، دوباره 2 تا پایه کوتاه، زنجیره. همینو ادامه میدیم. نخم هم گره داره، نگه میدارم اینجا، میبافمش. به این شکل بافتم. به این قسمت که میرسیم یه دونه بس میزنیم سر این پای کوتاهه، به این صورت نخو بیرون میکشیم، از این ور رد میکنیم، دیگه زنجیره نزدم. برمیگردیم این سمت رو میبافیم. داخل فضای زنجیره یه پایه وی 2 تا پای کوتاه میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، میریم فضای بعدی. بافتم، رسیدم به انتها. دوباره مثل همون قسمت سر اولین پای کوتاه 1 بست میزنید. اگه دوست داشتید میتونید بندینک براش ببافید یا نبافید. و به این صورت بافتمون تموم شد. یه بندینک هم براش زدم دیگه. کامل بافت رو ببینید،
ببینیم چند گرم شد. 34 گرم. یعنی با یک کلاف میتونیم 3 تا لیف ببافیم. در نظر داشته باشید که این قسمتاش هم از رنگ دوم بود. یعنی از یک کلاف بازم یک کوچولو باقی میمونه که اگه خواستید مثل همین میتونید برعکسش رو استفاده کنید. مثلا وسطش رو زرد ببافید، دورش رو سفید ببافید. به رنگ بندی خیلی دقت داشته باشید. الان زرد و سبز مکمل هم دیگه هستن. بعد یه ویدیو درباره رنگ ها و رنگ های مکمل سرد و گرم و ترکیبشون براتون میذارم که بدونید چه رنگ هایی رو با هم ببافید قشنگتر و زیباتر میشه. تایم دورگیریش هم حدودا 9 دقیقه شد. پس ما زیر یک ساعت میتونیم این لیف رو ببافیم. خب حدودا 35 گرم کانوا برد. قیمتش هم روی کپشن بهتون میگم. این لیف فوق العاده به صرفه و اقتصادی هستش. ببافید انشالله که پرفروش و پرروزی باشید.